نبردها میان طرفداران مقتدا سعد و نیروهای امنیتی عراق مرکب از ارتش و شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران هشت شعبی امروز صبح سه‌شنبه 30 اوت در منطقه سبز بغداد از سر گرفته شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در این نبردها از سلاح‌های خودکار و راکت اندازهای RPG استفاده شده است و تاکنون 23 تن از طرفداران مقتدا صدر به ضرب گلوله کشته و 380 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش نیروهای امنیتی یک گروه مسلح وابسته به مقتدا صدر به نام گردانهای صلح از بیرون منطقه سبز را هدف حمله قرار داده است. در داخل منطقه سبز نیروهای ویژه ارتش عراق و یک واحد از شبه نظامیان هشت شعبی موضع گرفتند. خشونت‌ها به دیگر شهرهای عراق نیز سرایت کرده است. در ناصریه، بابل و هلیه طرفداران سعد ساختمان‌های فرمانداری و استانداری را به اشغال خود درآوردند. گروه هشت شعبی ضمن محکوم کردن این حملات گروه مقتدا سعد را به گفتگو فرا خوانده است. مقتدا سعد گفته است که تا پایان خشونت ها اعتصاب قضا می کند. دیروز دوشنبه 29 اوت با اعلام کنارگیری مقتدا سعد از سیاست طرفداران وی به ساختمان های دولتی در منطقه سبز بغداد حمله کردند. پس از انتخابات پارلمانی اکتبر سال گذشته که گروه مقتدا سعد را به اولین گروه پارلمانی این کشور تبدیل کرد، عراق وارد یک بن‌بست سیاسی شده است. در نبود توافق میان گروه‌های رقیب برای تعیین نخست وزیر جدید، عراق هنوز دولت و رئیس جمهوری جدید خود را انتخاب نکرده است. برای خروج از بن‌بست، مقتدا سعد و گروه چارچوب هماهنگی وابسته به هشت شعبی بر سر انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید با یکدیگر به توافق رسیدند، با این تفاوت که رقبای صدر خواستار تعیین دولت جدید پیش از برگزاری انتخابات دوباره هستند. برخی ناظران نگرانند که خشونت‌های جاری به درازا بکشد. آنان می‌گویند که مقتدا صدر با اعلام کنارگیری از سیاست به طرفدارانش چراغ سبز نشان داده که هرچه صلاح می‌دانند و می‌خواهند بکنند بیان که او مسئولیت اقدام‌های آنان را بر عهده بگیرد.